لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در رنج آفریدیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو در سعی توأم با رنج هستی به سوی خدا، زندگی تو این است و روزی خدا رو ملاقات خواهی کرد. انسان‌های خوب رنج می‌کشند، انسان‌های بد هم رنج می‌کشند، اما رنج انسان‌های خوب قابل تحمل و شیرین و لذت بخش، در قیامت هم نتایج خوب داره. رنج انسان‌های بد قابل تحمل نیست، در کنارش هم سختی‌هایی وجود داره که اجتناب ناپذیره و از اون طرف قیامت هم دستش خالیه. در کانادا مهمان یک دانشجویی بودم که سالها اونجا درس میخوند از ایرانی ها. بهش گفتم که غربی ها تا کی میتونن زندگی توأم با بی‌بندوباری و این فرهنگی که در غرب هست تحمل کنن؟ گفت اینجا همه مسائل حل شده است. به نظر شما میرسه که روابط آزاد زن و مرد مثلا مشکل داره؟ اینجا همه راحتن با یه همچی موضوعی کنار اومدن. به ایشون گفتم که نمیشه انسان با ابتذال کنار بیاد، فطرت انسان اجازه نمیده. گفت نه اینها راحتن. همون وقتی که داشت میگفت اینها راحتن، تلویزیون روشن بود، یه دختر خانومی داشت فیلمی نشون میداد، یه کشیده زد تو گوش یه آقا پسری. گفتم این کشیده برای چی بود؟ گفت صبر کن ببینم داستان چی بوده. یه کمی نگاه کرد، گفت این خانم دوست دختر این آقا پسره، این آقا پسر رو با کس دیگه ای دیده، بعد ناراحت شده، عصبانی شده، زده. گفتم شما نبودی که الان میگفتی اینها همه مسائل براشون حله؟ گفت نه، اینقدر حل نیست. گفتم حالا فکر کن ببین چقدر بیشتر حل نیست. فکر کرد و گفت نه واقعا مشکلات اینجا خیلی زیاده. گفتم تو یه دانشجو هستی، چرا عوامانه صحبت میکردی و میگفتی اینجا همه چی حله؟ دقایقی فکر کرد، گفت از بس اینجا به ما القا کردن که همه چی حله و الا واقعا حل نیست. واقعا انسان غربی بیشتر داره رنج میکشه. کجا هستن هنرمندانی که بتونن رنج انسان‌های غربی رو، انسان‌هایی که در فرهنگ هالیوودی دارن زندگی می‌کنن، رنج اونها رو نشون بدن، نه لبخندهاشون رو، رنجی که انسان‌ها می‌برن، حتی به خود انسان‌ها نشون بدن و متوجه بشه که چقدر محرومیت‌های زیادی داره بهش عادت کرده.